مجلس سنا از کمیسیون انتخابات خواست نتایج انتخابات دور دوم ریاست جمهوری را با توجه به آرای پاک مردم اعلام نمایند. آنان میگویند باید آرای سیاه از سفید جدا شود. مجلس سنا از نامزدان ریاست جمهوری خواست تا به نتایج انتخابات دور دوم احترام بگذارند تا کشور به طرف بحران کشانیده نشود. عبدالعزیز کریمی با شرح بیشتر این خبر. شمار از اعضای مجلس سنا از تقلب در انتخابات دور دوم ابراز نگرانی کردند. آنان در نشست روز شنبه خواهان بررسی به شکایات انتخاباتی شدند. آنان میگویند باید آرای پاک از ناپاک تفکیک شود. بیامون پک دوارو کمیسیون رو حق داده د دوی د استقلال سره سم چې ورته احترام لرو، د خلکو رای ته احترام وکي، پاک رای د ناپاک رای نه جدا کی، او ملت ته با ارزښته، با کیفیته او هغه نتیجه اعلان کړي چې واقعا د خلکو او د ملت زړونو آواز. اگر واقعا جعل و تقلب صورت گرفته باشه، یک مشکل جدی برای مردم افغانستان خواهد بود و افغانستان را به چالش خواهد کشاند و بهتر است که کمیسیون بی‌طرفانه عمل بکنه. دواره کمیسیون نه د کشیدنې خدای ته د مخ کې بنده ته د شاک او پاک و ناپاک جدا کی. اعضای مجلس سنا از نامزدان ریاست جمهوری می خواهند که به نتایج انتخابات احترام گذاشته تا کشور به طرف بحران نرود. هیله لرم چې د انتخاباتو نتیجه په وړین تندی سره ومني، ترڅو په افغانستان کې د نورو بدبختیو، د نورو هغه ناخوالو چې موږ تجربه کړي دي، د هغه مخه ونیول سي. هم خودشان و هم بر طرفدارایشان بگویند که حرفهای تخریش‌آمیز نگویند. ما و شما دو مرجع قانونی داریم، اگر کسی شکایت داره، اگر کسی کدام انتقاد داره، میتونن که از طریق عمو مرجعی که کمیسیون سم شکایت است و کمیسیون انتخاباتی سن پیش ببرن. قرار است که نتایج ابتدایی انتخابات دور دوم ریاست جمهوری در 11 سرطان و نتایج نهایی آن در 31 سرطان از سوی کمیسیون انتخابات اعلام شود. اتحادیه حقوقدانان افغانستان کمیسیون مستقل انتخابات را به نقض قانون انتخابات متهم می کند. این اتحادیه می گوید کمیسیون مستقل انتخابات باید بعد از شمارش آرا در مراکز رای‌دهی نتایج اولیه را با مردم شریک می ساخت، اما چنین نکرد. شریف الله ویانت با جزئیات بیشتر این خبر. اتحادیه حقوقدانان افغانستان تأخیر در اعلام نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری را خلاف قانون انتخابات می داند. کمیسیون مستقل انتخابات باید نتایج اولیه را در مطابقت با احکام قانون اعلام می نمود. متاسفانه با طولانی ساختن غیر موجه و خلاف قانون در روند برگزاری و اعلام نتایج، کاسه صبر مردم را لبریز ساخت. این اتحادیه می گوید مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات خلاف ماده 61 قانون اساسی عمل کرده، از این رو دوام کارشان غیر قانونی است. طبق امو حکم ماده 13 و 6 ماده 10 قانون انتخابات، اعضای رهبری کمیسیون انتخابات از وظیفه سبکبار شوند. کسایی که توانمندی و ظرفیت و کارایی دارند گماشته شوند که اونا وظیفه خود انجام بدن و هر دو نامزد اعتماد کنند که نتایج انتخابات قابل پذیرش باشه. اما کمیسیون مستقل انتخابات با این اظهارات موافق نیست. در سر تا سر افغانستان انتخابات برگزار می کردیم، کاملا کمیسیون مستقل انتخابات مجبور باید شد که یک تقویم جدید ترتیب کنه و این تقویم با نهادهای مختلف البته بحث شده و تا ما گفتم میتونه با شمول کمیسیون نظارت بر قانون اساسی این مسئله هم روشان مطرح شده و بحث شده. در همین حال اتحادیه حقوقدانان افغانستان از نامزدان ریاست جمهوری می خواهد که برای شفافیت انتخابات تلاش کنند، اما از هر نوع حرکتی که کشور را به سوی بحران بکشد خودداری کنند. ستاد دکتر عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان خبر رویترز در مورد پیشی گرفتن اشرف غنی احمدزی با 1,000,000 رای را از این تیم رد می کند. در خبر رویترز به نقل از دکتر عبدالله عبدالله آمده است که تیم تحول و تداوم 2,000,000 رای تقلبی را وارد صندوق ها کرده و این دلیل پیشی گرفتن دکتر اشرف غنی احمدزی است. وحید نویسا با جزئیات بیشتر این خبر. با گذشت 3 روز از انتخابات ریاست جمهوری، تیم اصلاحات و همگرایی فاصله خود را با ارگ نزدیک می داند.
مسئولان این تیم دکتر عبدالله عبدالله را از همین اکنون رئیس جمهوری افغانستان اعلام می کنند. امیال دکتر عبدالله رئیس جمهوری افغانستان است. حتی اگر می آرای سیاه و آرای باطل وارد سیستم شود، در اون صورت هم رقیب ما پشت سر ماست، نزدیک میشه به ما. برخلاف این، خبررسانی رویترز به نقل از دکتر عبدالله گزارش کرده که تیم اصلاحات و همگرایی با تفاوت 1 میلیون رای از تیم تحول و تداوم عقب افتاده، چیزی که ستاد دکتر عبدالله آن را سوی تفاهم می‌داند. دکتر صاحب عبدالله گفته که تیم رقیب ما 1 میلیون رای تقلب کرده، این 1 میلیون رای به صورت تقلبی وارد صندوق ها ساخته، نگفته که 1 میلیون رای از ما پیش است. متاسفانه اونا نتونستن این را برداشت کنند و گفتند که او 1 میلیون رای پیش است از ما، در حالی که این واقعیت ندارد. برآوردها از نتایج دور دوم انتخابات در حالی رسانه‌ای می شود که کمیسیون مستقل انتخابات درباره نتایج قسمی هم چیزی نگفته و هر نوع پیش داوری را خلاف قانون می داند. خبرهای اقتصادی نیز لحظات بعد تقدیمتون می شود. با آریانا نیوز و آریانا باشید. اکنون بیننده مسابقات جام جهانی فوتبال میان تیم‌های بلژیم و الجزایر از آریانا باشید. اما خبرها را در آریانا نیوز ادامه می‌دهیم. اداره مرکزی احصایه افغانستان در گزارش تازه خود اعلام کرده که رشد اقتصادی کشور در سال 1392 4% کاهش داشته است. رئیس این اداره یادآور شد که دلیل نزول رشد اقتصادی در سال گذشته کاهش تولیدات داخلی بوده است. اداره احصای مرکزی در سروی سال 1392 از کاهش 4% رشد اقتصادی سخن میزند. در سروی این اداره آمده است که رشد اقتصادی در سال 1391 خورشیدی 10.9% بود، ولی این آمار امسال به 6.3% کاهش یافته است. مسئولان این اداره دلیل نزول رشد اقتصادی را کاهش در تولیدات داخلی، ارزش تولید ناخالص ملی و مصارف مرتبط با واردات عنوان می کنند. بر اساس این سروی، واردات کالا در سال گذشته بیش از 3% کاهش و میزان صادرات 24.1% افزایش را نشان می دهد. رقم واردات کاهش یافته، خود یعنی رقم واردات شامل ارزش تولیدات نیست، ولی مصارفی که برتباط وارد کردن چی در داخل صورت میگیره و هم در جمله تولیدات حساب میشه و به این ترتیب فاکتورهای دیگه بوده که تاثیرگذار بوده که نسبت به سال گذشته یک کاهش نسبی نشان داده. این گزارش شاخصهای توسعه انسانی را هم بررسی کرده و پیشرفت افغانستان در عرصه آموزش را چشمگیر توصیف کرده است. بر اساس این گزارش در سال 1392 مجموع دانش آموزان به حدود 9 میلیون نفر می رسید که نسبت به سال 1391 خورشیدی 3.11% شاگرد بیشتر در مدارس آموزش می دیدند. گزارش همچنین آکی است که شمار دانشجویان دانشگاه دولتی و خصوصی در سال 1392 خورشیدی 24% افزایش داشته است. بر اساس این گزارش سالانه حدود 50,000 دانشجو فارغ تحصیل می شوند، اما زمینه کاریابی بسیار محدود است. در بخش دیگر این سروی آمده است که افغانستان در بخش کشاورزی با تولید 2.5 تن گندم 4.2% افزایش در تولید این محصول داشته است. رئیس احصای مرکزی همچنان می افزاید که افغانستان در سال گذشته به ارزش 8.7 میلیارد دلار واردات داشته است. افشای تصاویر تقلب‌های انتخاباتی که به دست آریانا نیوز افتیده. کاهش رشد 4% اقتصاد افغانستان در سال گذشته خورشیدی. و ادامه عملیات نظامی پاکستان بر وزیرستان شمالی. سلام و شبتان بخیر. امروز شنبه 27 جوزای سال 1393 خورشیدی است که برابر می شود با 17 جون 2014 میلادی. با سرویس خبری این ساعت آریانا نیوز و آریانا با من بهشتر رحمانی خوش آمدید. آریانا نیوز بعد تصاویر دست یافته است که گویای تقلب واضح و آشکار در دور دوم انتخابات است.
در این تصاویر دیده می شود که صندوق‌های رایدهی در یک دشت توسط شماره از افراد به نفع یک نامزد مشخص پر می شود. بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا خواهان رسیدگی به این تقلب‌ها است. اسوی هم کمیسیون انتخابات اطمینان می دهد که به تقلب‌ها رسیدگی خواهد شد. جزئیات بیشتر از حمید صدیقی. در این تصاویر که به احتمال زیاد توسط تلفن همراه تصویر برداری شده دیده می شود که صندوق‌های رایدهی توسط شماری از افراد به جای انتقال به مراکز رایدهی در این دشت انتقال داده می شود. ټول کار بلته ونه سوکر دی په تنګه کې وو دا خلل داش نسوم د کونه تاسو پنګیرو ته ورکه مونږ ول تاسو د سیغلی ورسې غلطه دا نور ما سره کته ولل د غوندو کې مونږ دوی به د خپل کار د ولس خلک کال تراجی اوازه چول نور به د خپل کار سره خلاص کی کسانی که در این تقلب شرکت دارند بین هم شوخی می کنند و همچنان مصروف نشانه کردن ورق های رایدی هستند. دکتر صاحب تا کمپاین کی داخله که من پولیس هم نمانی و طالبان در بین رکت کن. نه سر نیمی آقا منالیم نی سر. فردی که تصویران دیده نمی شود به احتمال قوی مخالف این کار است، اما جلو این تقلب را نمی گیرد. او می گوید که مردم در محلات رایدی منتظر این مواد انتخاباتی هستند. طالبان را وسیواد خدای مسلمان ہے سوچا طالبان را گیری کی شیرین طالب مرداد طالب دبل گور دبل طالب شلزلی مرتویل چې مرکز ته ورسېګه ولسمه الته ولال دی خلق ولال دی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا خان رسیدگی به تقلب‌های صورت گرفته شده است و کمیسیون انتخاباتی اطمینان میدند که به شکایت‌های انتخاباتی رسیدگی خواهند کرد. اصل بی‌طرفی خود را نقض کردند، باید مورد پیگرد قرار بگیرند و از عدم طرف ورزی ایشان حساب از طرف ورزی ایشان ببخشند حسابدهی باشند. چیزی که به کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی برمیگرده رسیدگی مطابق احکام قانون، پاسخگویی نسبت به همه فیصله ها و تصمیم های کمیسیون شکایات انتخاباتی و رعایت شفافیت و کوشش برای تامین عدالت انتخاباتی است. اما ای که به هر ترتیبی یک کسی اگر عزمشان را جزم بکنه که به هر قیمتی بنای مخالفت با هر موضوعی را داشته باشه، او دیگه برمیگرده به خودش. دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری نیز خان پیگیری جدی متقلبان شدند. بیش از 2500 شکایت در کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی ثبت شده است. مسئولان این کمیسیون میگویند 1008 شکایت در دفتر مرکزی و حدود 1500 شکایت دیگر در دفترهای ولایتی ثبت شده است. شریف الله ویانت به این موضوع پرداخته است. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری هم از تقلب و تخطی ها آری نبود. مسئولان کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی میگویند در مرکز و ولایت ها 2558 شکایت در مورد انتخابات به ثبت رسیده است. 1800 شکایت در دفتر مرکزی و 1550 شکایت دیگر در دفترهای ولایتی به ثبت رسیده است. 991 شکایت در مورد کمیسیون مستقل انتخابات، 507 شکایت در مورد دخالت کارمندان دولتی به ثبت رسیده است. از سوی هم 664 شکایت از سوی دکتر عبدالله عبدالله و 573 شکایت از سوی دکتر اشرف غنی احمدزی به ثبت رسیده است. در مجموع بعد از اینکه نتیجه نهایی اعلان شد، نتیجه ابتدایی اعلان شد، ما همه از اینا را یک جایی در طی جلسات علنی قضایای مثل گذشته، قضایای استینافی و شکایت هایی که نسبت به نتیجه ابتدایی صورت میگیره را به بررسی میگیریم. ولایت هایی که بیشترین شکایت را دارند: کابل 514 شکایت، کندهار 115 شکایت، کندوز 113 شکایت، هرات 104 شکایت. در همین حال ولایت هایی که کمترین شکایت را دارند: پنشیر 0 شکایت، کنر 6 شکایت، هلمند 7 شکایت. این در حال است که در مقایسه با دور اول انتخابات ریاست جمهوری، در دور دوم آن در کمیسیون رسیدگی به شکایت‌ها شکایت‌های کمتر به ثبت رسیده است.
کمیسیون انتخابات از انتقال اوراق رای دهی 11 ولایت کشور به مرکز خبر داد. مسئولان این کمیسیون میگویند به زودی انتقال اوراق رای دهی از ولایات به مرکز تکمیل خواهد شد. در همین حال سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات همچنان از دو نامزد ریاست جمهوری میخواهد تا از پیش‌داوری ها در مورد اعلام نتایج انتخاباتی جلوگیری کنند. شرح بیشتر این گزارش از محمد قیس رحمانی. پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شمارش آرا و انتقال مواد اساس انتخاباتی از بحث‌های عمده گفته می‌شود. با این حال سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید روند انتقال اوراق رایدهی از 11 ولایت به مرکز تکمیل شده است. خریطه‌های محافظتی 5604 مرکز که در مجموع 88.5% میشه به دفاتر ولایتی کمیسیون‌های مستقل انتخابات مواصلت ورزیده. سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات همچنان تاکید دارد که پیشداوری ها در مورد اعلام نتایج انتخابات فکر مردم را مغشوش می کند. هر دو کاندید باید به قوانین طرز العمل ها و لوای کمیسیون مستقل انتخابات پابند باشه. لطفاً پیشداوری نکنه و ارقام و اعداد که بعض اوقات طرف کاندیدا اظهار میشه زیاد ارقام حقیقی نیست. امیدوار هستیم که موضوعات در نظر بگیره. به اساس زمانبندی، نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری قرار است در 11 سرطان و نتایج نهایی در 31 سرطان اعلام شود. نتیجه ابتدایی فیفا نشان می‌دهد که دور دوم انتخابات شفاف‌تر از دور اول برگزار شده است. اما با این همه این نهاد ناظر بر بررسی نتایج نهایی برای روشن شدن این موضوع تاکید می‌کند. بر اساس نتایج ابتدایی فیفا، رای دادن کودکان و مداخله مسئولان حکومتی از درشت‌ترین تخطی‌های صورت گرفته در دومین دور انتخابات است که باید به آنان رسیدگی شود. مریم حیدری گزارش می‌دهد. تقلب یا شفافیت. پس از سپری شدن 24 جوزا، این دو کلمه شاید روزانه چندین بار در ذهن تمامی مردم تکرار شود. اما پاسخ این سوال هنوز معلوم نیست. و ذهن مردمی که انگشتانشان را از دست دادند و باز هم نترسیدند و رأی دادند، باید برای پیدا کردن جواب این سوال درگیر باشد. در این میان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان از شفاف بودن روند دوم انتخابات خبر می‌دهد. اما تاکید دارد که باید منتظر نتایج نهایی بود. نیوال نظیر نده ده تیر شوی دوره پا پرتله تعدادی زیاد تره بود. خب بیام دومره چه پکرده دومره زیاد نو. داخلی مشاهدینم تعدادی زیاد. نو یو برخه یکی دست چه اوهایی چه ده تیر شوی دوره پا پرتله لکشانت شفاف تره بود. خب طول پروسه باید پا امید وگه پی یوزای وسیر رسید. در نتایج ابتدایی فیفا چنین آمده است. باز شدن دیرهنگام محل‌های رای‌دهی در 396 محل، رای دادن کودکان در 377 محل، کمبود اوراق رای‌دهی در 368 محل، بسته شدن دیرهنگام محل‌های رای‌دهی در 344 محل، بی‌کیفیت بودن رنگ در 269 محل، نشان کمپاین در 100 متری محل رای‌دهی در 246 محل، اجازه ندادن به ناظرین در 176 محل، دخالت مسئولین حکومتی در 161 محل، رای دادن مردان به جای زنان در 114 محل و پر شدن صندوق ها به نفع کاندید مشخص در 42 محل. نیاز به ای که یک لیست دقیق رای دهنده ها ایجاد شود و نیاز به ای که کارت رای دهی و تذکره الکترونیک با هم همخوان شوند و هر دوش یک جایی مورد استفاده قرار بگیرند، یگان راهی است که با انتخابات آینده کشور بتانیم از تکرار رای زیر سن جلوگیری بکنیم. فیفا 9000 ناظر در دومین دور انتخابات داشت که در روز 24 جوزا توانستند 70% از محلات رای‌دهی را نظارت کنند. خبرها را ادامه می‌دهیم، اما پس از وقفه کوتاه.